سلام، با ویدیوی دیگه برای آمادگی بهتر شما جهت معاملات هفتگی با شما هستم. اگر اولین بار هست که ویدیوهای من رو تماشا میکنید، لطفاً قبل از شروع ویدیو متن سلب مسئولیت تیم ما رو حتما مطالعه کنید. میتونم به طور قطع بگم تقریباً رویداد اصلی بازارها و دلیل نوسانات بازارها توی هفته آینده جنگ روسیه و اوکراین باشه. الان هم که انتظار میره این موضوع ژئوپلیتیکی استرسا در کوتاه مدت روی قیمتها تأثیر بگذاره و احتمالاً روی تولید و عرضه نفت و بقیه کارهای انرژی، فلزات و کشاورزی هم اختلالات شدیدی ایجاد کنه. همونطور که میدونیم خیلی از اینها به بالاترین سطح قیمتی خودشون در سالهای اخیر رسیدن و این بالا رفتنها قطعاً تأثیر بلند مدتی روی اقتصاد چه به صورت جهانی و چه داخلی خواهد گذاشت. همونطور که میدونیم ایالات متحده در حال حاضر با بالاترین نرخ تورم در بیش از این 4 دهه اخیر مواجهه و تمامی اینها هم ناشی از قرنطینه ها و محدودیت هایی هست که به خاطر کووید 19 به وجود اومد. با اینکه فدرال رزرو و حتی باقی بانک های مرکزی معتقد بودند که تورم موندگار نیست و گذراست، ولی اتفاقی که در اوکراین افتاد و تحریم هایی که برای روسیه وضع شد باعث تشدید این وضعیت شد و باعث پیچیده تر شدن تجارت جهانی گردید. انتظار میره گزارش CPI ماه فوریه که این هفته منتشر میشه بتونه نشونه واضحی از تشدید تورم باشه و حتی ممکنه احتمال رکود اقتصادی یا حتی بزرگتر از اون باشه. بعد از سقوط بازار که در سال 2008 اتفاق افتاد، ایالات متحده کمی سریع‌تر عمل کرد و اجازه نداد که رکود اتفاق بیفته. به همین دلایل نشست سیاست آتی فدرال رزرو در 15 و 16 مارس توجه بیشتری رو به خودش جلب خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا قرار اولین جلسه خودش رو بعد از تهاجم روسیه به اوکراین در روز پنجشنبه برگزار کنه. مواردی که در طول هفته باید به اونها توجه کنید رو خدمت شما عزیزان ذکر میکنم. یکی از نکات مهم در این هفته آشفتگی بازارها خواهد بود. حتی اگر به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه، نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم و قیمت‌های بالاتر کالاها تحریک شدن، انتظارات را در مورد افزایش شدید نرخ‌ها توسط فدرال رزرو محدودتر کرده و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان چشم‌انداز سهام ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برات نیومن که مدیر استراتژی بازار توی الجر هست به رویترز گفته الان که روسیه به اوکراین حمله کرده، انتظار میره توی کوتاه مدت فدرال رزرو کمتر تهاجمی باشه، ولی که مشکل فدرال رزرو همچنان باقیه و در واقع بیشتر هم شده. بنابراین گزارش CPI روز پنجشنبه بسیار با اهمیت خواهد بود، چرا که نشونه مهمی از تورم ایالات متحده است. به عبارتی اگر عدد CPI بالاتر از حد انتظار باشه، میتونه نشونه ای باشه برای اینکه اقدامات فدرال رزرو سریع‌تر باشه و این موضوع رو دقت داشته باشید که بالا بودن عدد CPI به دارایی‌های ریسکی آسیب خواهد زد. در حقیقت رقم CPI در گزارش قبلی 7.5% بوده و در حال حاضر انتظار میره و پیش بینی شده که به 7.9% برسه. گزارش های مربوط به احساسات مصرف کننده از دانشگاه میشیگان که روز جمعه گزارش میشه نشونه ای از اینه که در این شرایط افزایش قیمت ها که باعث کاهش قدرت خرید ها میشه، وضعیت خانواده ها به چه صورته. موضوع بعدی لایحه‌ای هست که سنا برای تحریم واردات نفت روسیه دنبال می‌کنه. اگر کاخ سفید برای این ممنوعیت واردات نفت از روسیه
به قانون تکیه کنه، مطمئناً باعث جهش قیمتی مجدد میشه که به تورم کنونی کمک بسیاری خواهد کرد. و همونطور که شاهد بودیم، هفته گذشته بیشترین افزایش هفتگی نفت رو از اواسط 2020 داشتیم، در حدی که شاخص برنت 21% و نفت خام امریکا 26% افزایش داشتن. موضوع مهم دیگری که نفت رو تحت تأثیر میگذاره، تأخیر برای پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای ایرانه که باعث میشه قیمت نفت باز هم فراتر بره و بیشتر بشه. علاوه بر نفت، قیمت غلات و فلزات هم در هفته اخیر به بالاترین حد چند ساله خودش رسیده، چون تحریم هایی که غرب بر روی روسیه اعمال کرد باعث مختل شدن صادرات از تولید کننده های بزرگ روسیه شد و این خیلی خطر بزرگی هست، چرا که عرضه جهانی رو تهدید میکنه. موضوع مهم بعدی نشست ECB یا بانک مرکزی اروپا است. این نشست روز پنجشنبه برگزار میشه و خانم کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه که بعد از نشست سیاسی برگزار میشه. خانم لاگارد ممکنه بر روی برنامه‌های افزایش نرخ‌ها تحت فشار باشه، چرا که ماه گذشته از تعهد خودش مبنی بر عدم افزایش نرخ‌ها در سال جاری عقب نشینی کرد. مسئله بعدی گزارش تولید ناخالص یا GDP بریتانیا و گزارش مشاغل کانادا است. اینها گزارشاتی هست که روز جمعه منتشر میشه. بریتانیا قراره اطلاعات تولید ناخالص داخلی ژانویه خودش رو منتشر کنه که انتظار میره بعد از انقباض به همون میزان در دسامبر به یک بازگشت متوسط 0.2% اشاره کنه. علی‌رغم جنگی که در اوکراین هست، بازارهای مالی همچنان انتظار دارن که بانک انگلستان در 17 مارس با وجود فشارهای فزاینده قیمتها نرخ بهره رو 0.5% به سطح قبل از همه‌گیری، یعنی 0.75% افزایش بده. پس از اینکه بانک مرکزی کانادا در هفته گذشته برای اولین بار در بیش از 3 سال نرخ بهره رو افزایش داد، کانادا روز جمعه گزارش مشاغل فوریه خودش رو منتشر می‌کنه. در همین حال روسیه قراره روز چهارشنبه داده‌های تورم ماه فوریه رو منتشر کنه که انتظار میره با شروع اثرگذاری تحریم‌های غرب CPI روسیه به 8.8% برسه. امیدوارم این ویدیو سبب آمادگی بیشتر شما و افزایش علم اقتصاد کلان شما عزیزان باشه. اگر ویدیوی من رو دوست داشتید لطفاً اون رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای بهتر شدن ویدیوهامون نظراتتون رو توی ویدیوهای ما کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید بی نهایت ممنونم. هفته خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.